افغانستان نخستین بحران سیاست خارجی حکومت دونالد ترامپ خواهد بود. شماری از آگاهان آمریکایی میگویند که ماموریت‌های فراوانی در سیاست خارجی ایالات متحده قرار دارد، اما نخستین بحران واقعی سیاست خارجی رئیس جمهور ترامپ افغانستان خواهد بود. این آگاهان می‌افزایند که با وجود جدی بودن ماموریت واشنگتن در افغانستان، جنگ این کشور در جریان پیکارهای انتخاباتی اصلا مطرح نشد. با گفته آنان، ایالات متحده هنوز هم سالانه 3.6 میلیارد دلار در بخش امنیتی به افغانستان کمک می‌کند و بزرگترین ماموریت این کشور می‌باشد که پایان آن روشن نیست. شماری از تحلیلگران آمریکایی به این باورند که افغانستان اکنون به حکومت تازه آمریکا با یک جنگ فراموش ناشدنی مبدل شده، اما این بحران باید جدی گرفته شود، زیرا اقتصاد افغانستان در حال بدتر شدن است. حکومتش در یک حالت معلول هرج و مرج است و 10% از ولسوالی‌های افغانستان زیر اداره هراس افغانان می باشد. بیشتر صحبت میکنیم در این رابطه با آقای سید فرهاد هاشمی، آگاه مسائل سیاسی. سلام، شما خوش آمده. آقای هاشمی، در آغاز بحرانی که ایالات متحده در سیاست خارجی خود در مورد افغانستان با او روبرو هست مطرح کنه. بسم الله الرحمن الرحیم و بین هستین. تشکر از شما و بیننده تلویزیون جهانی تلو نیوز. خب بحران امروز شروع نشده و در امریکا هم تنها رئیس جمهور جدیدن به کارش پرداخته و شاید هم بعضی تغییرات در رده های بلند حکومت یا اداره امریکا رو نما شود. اما آنچه بسیار مهم است ای است که امریکایی ها همیشه به اساس یک استراتژی دراز مدت به طرف افغانستان میبینند. بخصوص وقتی ما روی ترامپ گپ میزنیم، خوبتر است که به خاطر تحلیل بهتر موضوع در مجموع از آدرس که ترامپ آمده و حمایت شده و نمایندگی میکنه که جمهوری خواه ها است صحبت بکنیم، چون ترامپ انعکاس دهنده امو ارزش ها و مسائل سیاست هایی است که جمهوری خواه ها زیاد روی ازو تاکید میکنه. البته در مجموع استراتژی که طرح میشه از طرف نه ترامپ میشه نه اوباما میشه در امریکا، تنگ تنگ ها یا شعبات فکر بسیار فعال است که استراتژی ها را طرح میکنه و بعد اینها به اساس علایق و سلایق خود سلیقه خود ایرو مدیریت میکنه. بنان چیزی که بسیار مهم است که جمهوری خواه ها در مجموع دید جدیدتر به موضوعات دارن و زیادتر هم مسائل جنگی که هم در افغانستان مطرح شد در اساس جمهوری خواه ها بودن که آمدن. ترامپ در جریان کمپاین های خود گفته های زده نقیزه داشت. یک بار جنگ افغانستان یک اشتباه فکر کرد، اظهار کرد، اما دفعه بعدی دوباره این جنگ اشتباه نه بلکه یک تصمیم خوبتری را مطرح کرد که معلوم شد که معلومات کافی درباره افغانستان نداره. بعد اینکه میخواد تبرعه بکنه این نظر خود که نخیر یک اشتباه نیست بلکه یک حرکت بوده که حالا ما در افغانستان هستیم و باید ای را ادامه بدیم، کوشش میکرد که زیادتر تقابل در سخنهایش بین روسها و امریکایی ها به وجود نبیایه. یعنی نمیخواست که مسئله افغانستان زیادتر به عراق و به داعش و به سوریه و مسائل ربط بده، اما زیادتر تاکید میکرد که ما باید در نزدیکی پاکستان حضور داشته باشیم، در حال پاکستان همیشه یکی از همکار استراتژیک امریکایی ها بوده. کنترل افغانستان، کنترل پاکستان، کنترل پاکستان. و مسئله ای هم که ارتباط پاکستان مطرح کرد، حراس افغانی و چیزهایی که مشترک است و مشترک افغانستان از او رنج میبره، این مسئله مطرح نکرد. مسئله نوکلیر پاور یا امی خود قدرت اتمی پاکستانی ها را مطرح کرد که معلوم میشد که کمک کوشش میکنه گفته های خود را تبرعه بکنه. در ماه اکتبر زیادتر نظریاتش در قبال افغانستان تغییر کرد، وقتی نشرات غربی امروش مصاحبه میکردن و یا همچنان یک رالی یا یک همایشی که برگزار شده بود در او ارتباط افغانستان اظهارات داشت و مخصوصا درباره حضور نیروهای امریکایی در افغانستان این اظهارات داشت. اظهارات از این قرار بود که به اساس تصمیم اداره اوباما باید تا ختم 2016 8600 عسکر امریکایی که در افغانستان هستن به 5000 تقلیل پیدا میکرد و بالاخره زیادتر تقلیل پیدا میکرد. اما ترامپ نظرش این بود که نخیر، ما ایره در حدود 10000 باید در افغانستان نگه بداریم و این اولین تغییر موضع ترامپ بود در قبال افغانستان. فعلا که ترامپ اظهارات داشته، ما از سه جنبه میبینم. یک، چند قبل پاکستانی ها افشا کردند که بعد از پیروزی ترامپ
یک گفتگوی تلفنی با طرف نواز شریف داشته و پاکستان یکی از همکارای استراتژیک و همیشگی امریکا خوانده. من فکر میکنم که یک سیگنال بسیار منفی بود برای هندی ها، اما ترامپ شاید به خاطر از اینکه نخواهد مستقیم نظر دیگه به خاطر تایید موقف هندی ها بگویه برخلاف پاکستان، چون تمام مسئله را توازن از بین میبره، این اظهارات جدی درباره افغانستان و طرحش به خاطر مبارزه در مقابل مشکلات افغانستان و این مسائل داشته تا یک توازن روابط را در دیدگاه های خود انعکاس بده به ارتباط هند و ارتباط پاکستان. باز هم موضوع افغانستان در داخل گفته هاش بسیار ضعیف است. اما یک چیز دیگه، این یک طرف موضوع بود. موضوع دومی است که ترامپ به صفت یک کسی که آیسته است به طرف جنوری نزدیک میشه و باید سمت ریاست جمهوری امریکا را بگیره، یک وضعیت گذار یا ترانزیشن از برش، از اظهاراتی که قبلا داشته، از دیدگاه هایی که داشته، از برداشت های فردی که داشته، مجبور است که در بند و در قید مدیریت یک اداره به میوسعت خود را بگنجانه. بنان اگر اجازه تان باشه بسیار بمزرد، بنان کوشش میکنه که اظهاراتش به اساس یافته های متخصصین باشه که در داخل اداره کار میکنه، و من فکر میکنم که یک وضعیت گذار است برش. با توجه به سیاست کلی ایالات متحده که تا حال در مورد افغانستان داشت، بعد از اینم خواهد داشت، فکر میکنین که ادامه سرمایه گذاری های ایالات متحده در افغانستان و خصوصا در بخش مهم یعنی امنیتی چگونه خواهد بود و ادامه ماموریتشان در افغانستان؟ من فکر میکنم که افغانستان یک ماموریت غافلگیر کننده است بر امریکایی ها. چرا؟ هیچ وقت پیش بینی نمیکردن که با این سطح در داخل افغانستان بانند و ایتی یک ماموریت بی پایان داشته باشند. اما بر ارتباط حمایتشان بدون شک ترامپ و در مجموع امریکایی ها افغانستان را یک مجبوریت خود می دانند و یک مجبوریتشان فعلا تبدیل شده. بنان به اساس این مجبوریتی که است، با تعهداتی که اداره اوباما در کنفرانس های وارسا و همچنان بروکسل داشت، وارسا بر ارتباط حمایت های نظامی و بروکسل بر ارتباط همکاری های اقتصادی و انکشافی و مسائل مبارزه با فساد و اباد گسترده حکومت داری و این مسائل، مجبور است که ادامه بده. پس در این شک نیست که این تصمیم تنها ترامپ نمیگیره بر ارتباط کمک ها در افغانستان، به سطح بسیار بلندش پالیسی میکرای امریکا است که داخل است و همچنان کانگرس امون نظریات خود را داره، و من فکر میکنم که با تغییرات و تبدیلاتی که در خود کابینه ترامپ در مجموع رخ میده، اشخاص ردی اولی که امروش باید کار بکنه، شاید فرصت ها برزی همچنان مساعد باشه که کسایی که قبلا در افغانستان زیادتر حضور داشتن و کار کردن و تجربه داشتن، اینا روی کار بیان و اینا برداشت خوبتری از افغانستان دارن و میتونن که در صورتی که بخواین مومد واقع شون. مثلا گزینشی که بر ارتباط جنرال تازه است، ما نمیخوایم که روی چگونگی موقف گیری های زو در داخل افغانستان وقتی قبلا بوده نظر بتم، چون بسیار سوال برانگیز بوده حرکت هایش و کارکرد هایش، اما در مجموع یک کس است که حضور فیزیکی در داخل افغانستان داره و از وضعیت افغانستان یک برداشت عمومی داره. به این قسم مثلا آوازه هایی که بر ارتباط حضور دکتر خلیلزاد به صفت یک امریکایی افغانی الاصل و کسی که در مسائل افغانستان دخیل بوده بر ارتباط از این سر صداهایی است که اگر این مسئله واقع شود که اونا حضور پیدا کنند، من فکر میکنم که یک شناختی که از افغانستان داره باعث از این میشه که برداشت های ترامپ را به اساس واقعیت ها استوار بسازه، نظر به اینکه برداشت ها بسیار واهی باشه و اما احساسات خودش داره باشه. با توجه به وضعیت فعلی که افغانستان در او حضور داره، در او هست، نکات مهمی که در مورد افغانستان هست، کشورهایی که در افغانستان زینف هستند، کشورهایی که مداخله دارن، خصوصا اگر در مورد روسیه صحبت بکنیم که ایالات متحده و ترامپ مسئولیت داره که چه مواردی را در نظر بگیره برای ایالات متحده؟ چیزی که بسیار به خاطر ثبات افغانستان بسیار مهم است، این است که باید از هر نوع تقابل بین روس‌ها و آمریکایی‌ها در داخل افغانستان جلوگیری شود. قبلا افغانستان با وجود از این که یک نقطه مشترک متخاصم برای قدرت‌های مختلف مثل پاکستان، هند، چین، روس‌ها و آمریکایی‌ها بوده، اما در همزمان یک نقطه بسیار خوب به خاطر همکاری بین کشورهای مختلف به خاطر آوردن ثبات در داخل افغانستان حداقل در حد شعار بوده. مثلا شما میبینید که ناتو یک مقدار اکمالات خود از طریق پاکستان میکنه، یک مقدار از طریق امکانات و تجهیزات روس‌ها استفاده میکنه، به این قسم همکاری هایی که بر ارتباط مبارزه در مقابل مواد مخدر تاجیک ها و روس ها دخیل هستند، و به این قسم حضور خود آیساف و ترک ها دخیل،
بنان ای بسیار مرتبط است و بسیار به نفع افغانستان و تمام طرف های درگیر و تمام طرف های زی دخل و زی علاقه به شمول امریکا و روس ها است که در افغانستان اما اصل بی‌طرفی افغانستان حفظ شوه و همچنان به خاطر منافع افغانستان و به خاطر برطرف ساختن چالش هایی که منافع هر طرف را ضربه میزنه به خاطر زود تلاش شوه، نه به خاطر تقابل با یکی دیگه خود، نه به خاطر زیاد چالش ها در مقابل یک دیگه خود، به خاطر از اینکه در غیر از او همیشه ثابت شده که در افغانستان وقتی تقابل ایجاد شده با افغانستان بدون شک ضربه دیده از این وضعیت، اما کسایی که تقابل را ایجاد همچنان کردن اونا هم بهره نبردن از این. ما شما شاهد جنگ سرد بودیم وقتی روس ها موقف فعال داشتن داخل افغانستان آمدن، ما شما فعلا شاهد جنگ هایی هستیم که رفتید در افغانستان. از همه مهمتر این مسئله را باید رهبرای افغانستان درک بکنن. حکومت افغانستان با چه سیاستی میتونه این وضعیت کنترل بکنه که از طرفی بتونه که منفعت مشخص از این کشورها داشته باشه و از طرف دیگه افغانستان با میدان جنگ برای کشورهای دیگه هم مبدل نشه؟ حکومت افغانستان در 300 باید ثابت بسازد. یک در سطح روابط منطقوی و بین المللی مسئله که بسیار با شفافیت باید با طرف ها گفتگو بکنه و چالش ها و تهدید هایی که طرف ها از نقطه افغانستان احساس میکنن به شمول روس ها به خاطر عمق استراتژیکشان کشورهای آسیای میانه، به خاطر از این کوشش بکنه که قناعت کشورها را مثل روسیه را و همچنان ایران را فراهم بسازه. مسئله بعدی که بسیار مهم است این است که توازن قدرت ببخشید توازن روابط در روابط منطقوی بین ایران بین هند و پاکستان بسیار مهم است. ما نمیخوایم که از موضوع پاکستان دفاع بکنم، همیشه ما مشکل داشتیم از این ناحیه، اما بخش بزرگ از این مشکل مربوط ضعف مدیریتی در داخل نظام افغانستان بوده. بنان این مسئله بسیار مهم است که ای توازن بین در روابط بین پاکستان و هندستان نگه داشته شود. مسئله سوم که مهم است این است که حکومت افغانستان و در مجموع دولت افغانستان با سایر سیاسیون که بارها ما در گفته های خود مصاحبه های خود اظهار داشتیم باید یک ائتلاف ملی و یک اجماع نظر سیاسی ملی را به وجود بیاره تا منافع افغانستان تعریف شود و بعدا به اساس منافع موضع گرفته شود در مقابل هر کسی که تهدید است و یا هر کسی که معاونت و کمک میکنه. بنان اگر ما این مسئله را نداشته باشیم، ما شما شاهد پراگندگی موضع گیری رهبرای افغانستان خواهد بودیم و از داخل افغانستان را این مسئله بسیار بی‌ثبات نشان میده، منافع تعریفات مختلف و متضاد را از منافع ملی افغانستان مطرح میکنه و بالاخره ما باز یک بار دیگر در این میدان کشمکش ها و امتحان ها ناکام خواهیم ماند و نمیتونیم به نفع مردم خود استفاده بکنیم. تشکر از شما سعید فرهاد هاشمی، آگاه مسائل سیاسی.